وقت بخیر. با برنامه سرنوشت خوش آمدید. بیشتر از 1 میلیون مهاجر تبع افغانستان در پاکستان به سر میبرد که به گفته کمیشنری سازمان ملل در امور مهاجرین صدها هزار این مهاجرین به گونه غیر قانونی و بدون داشتن اسناد و مدارک اقامت در آنجا حضور دارند. اخراج اجباری مهاجرین افغان در پاکستان یک بحث جدید نیست، بلکه مقامات پاکستانی هم اصاله دست به اخراج اجباری این مهاجرین از آن کشور زدند. پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی و دیدارهایی که میان رهبران افغانستان و پاکستان صورت گرفت، خوشبینی های زیاد مبنی بر بهبود روابط این دو کشور همسایه ایجاد شده است. اما این بار پاکستان برای اولین بار پس از تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان، همانند سالهای گذشته، بار دیگر از افغانهای مهاجر در آن کشور خواسته است که تا یک ماه آینده آنجا را ترک کنند و به کشورشان برگردند. اما هیئت شورای ملی کشور که تازه از پاکستان برگشتند میگویند که پاکستان تعهد کرده است که تا افغانهای مهاجر در آن کشور را به گونه اجباری اخراج نمی کند. این صحبت ها در حال به میان می آید که چند پیش ترورستان با حمله بر یک مکتب در شهر پشاور پاکستان بیشتر از 200 تن از کودکان را کشته و زخمی نمودند. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان پس از این حمله به گونه جدی از حکومت آن کشور خواسته است که افغان ها را از پاکستان اخراج نماید. در این برنامه سرنوشت روی اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان که مساله از سوی حکومت آن کشور روی دست گرفته میشه و از آن به عنوان یک آله فشار بالای حکومت کابل استفاده میکنن و مشکلاتی که مهاجرین افغان در پاکستان دارن بحث خواهیم نمود. این بحث را با حضور آقایان علی اکبر قاسمی عضو مجلس نمایندگان، استاد موسی فریور استاد دانشگاه و اسلام الدین جرأت سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان به پیش میبرم. مهمانان عزیز خیلی زیاد خوش آمدید. آقای جرأت اجازه بدین با شما شروع بکنیم. چی شد که بار دیگر هرچند یک بحث هم ساله بوده، امسال پاکستانی ها اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان هم بار دیگر روی دست گرفته؟ نحمده و نصلی علی رسول کریم. در مقدمه قسمی که شما ذکر کردین و میخوایم تصحیح بکنم، در پاکستان 2,600,000 افغان زندگی میکنن که از مجموع 2,600,000ش 1,600,000ش راجستر شده هستند دارای کارت موقت پناهندگی و پایین تر از 1,000,000 فاقد مدرک. و در این حال شما در مقدمه تذکر دادین که پاکستان همه سال اخراج اجباری داره، در حالی که چنین چیزی نیست. ما تا 3 الی 4 دهه گذشته کشور پاکستان و ملت پاکستان را با عنوان کشور میزبان خوب افغان ها میپذیریم. امیر من تصدیق کنم آقای جرأت که ای به این معنا نیست که ما اظهار کرده باشیم که اخراج پاکستانی اخراج اجباری صورت گرفته. به هر حال چنین صحبتایی در رسانه مطرح میشه که پاکستان تصمیم بر اخراج میگیره که از سوی حکومت افغانستان بار دیگر درخواست میشه که حضور اینا تمدید بیفته. حالا در مورد امسال اگه صحبت کنین که بار دیگر چی شد که پاکستان تصمیم گرفته که اخراج اجباری رو روی دست بگیره، که حالا آیا اخراج اجباری صورت میگیره یا خیر بحث بعدی است؟ ببینین وقتی که از حکومت پاکستان صحبت میشه، اونا دارای یک دولت مرکزی هستن و چندین دولت ایالتی. تفاهمات و موافقتنامه های 3 جانبه‌ای که به امضا میرسه از طرف دولت مرکزی پاکستان هست که دارای وزرای مختلف در بدنه حکومتشان هست. ما با وزارت سفران و یا هم وزارتی که تحت ادارهش از مهاجرین افغان با اونا موافقتنامه های 3 جانبه و 2 جانبه را به امضا میرسانیم و حرف هایی که در حد مطبوعات از سوی مقامات محلی به خصوص گورنر ایالت خیبر پختونخوا که طی 1-2 هفته گذشته بیان شد مبنی بر مهلت تعیین کردن برای مهاجرین افغان، او هم در ظرف 1 ماه، و باید گفتن که مهاجرین افغان ایالت خیبر پختونخوا را ترک ببویند و گفتن که طرح پیشنهادی دولت خیبر پختونخوا به حکومت مرکزی و یا هم دولت مرکزی پاکستان خواهد بود. شما میدونید که در مسائل کلان سیاسی در پاکستان فقط محدوده صلاحیت ایالت‌ها است که پیشنهاد باید بکنن به دولت مرکزی. از سوی دولت مرکزی پس از 1 هفته موقف‌گیری صورت گرفت. وزیر سفران آقای بلوچ اظهار داشتند که دولت‌های محلی باید متوجه کارهای خود باشند و در ارتباط به مهاجرین افغان هیچ گونه نظرخواهی نباید بکنن
و مهاجرین افغان در پاکستان تا 3 دهه مهمان های خوب ملت و دولت پاکستان بوده و در حال حاضر هم پاکستان به این میزبانی خود تا پایان سال 2015 مطابق با کنونسیون و همچنان موافقتنامه های سه جانبه و دو جانبه میتونن که افغان ها در اونجا زندگی بکنن. اما در شماری از مواقع میپذیریم که مقامات محلی چنین اظهاراتی را میداشته باشند. سال گذشته یا نزدیک به 11 ماه قبل هم ایالت خیبر پختونخوا چنین اظهاراتی را داشتن. شما میدونید در حال حاضر در دولت پاکستان حزب مخالف در شماری از ایالت ها شورش برپا کرده و والی ایالت خیبر پختونخوا هم به نحو ارتباط با او حزبی داره که در حال حاضر در مخالفت با حکومت مرکزی و مشروع پاکستان اداره میشه. و این خواسته که از سوی حکومت محلی پاکستان هم صورت گرفته، فکر میکنید که بر اساس همو کنوانسیونی که شما یاد کردین که تا سال 2015 ختم 2015 مهاجرین افغان همچنان در پاکستان حضور خواهند داشت رد خواهد شد و این زیاد جدی نیست؟ پس دقیقا همین قسم است، اما میتونه که بر او تعداد مهاجرینی که در حال حاضر در خیبر پختونخوا که شمارشان نزدیک به 1 میلیون تن میرسه که چه فاقد مدرک و چه کسایی که دارای مدرک هستن، یک مایه نگرانی میتونه براتون باشه. اما در این حال دولت افغانستان در این قسمت از طریق مجاری دیپلماتیک گفتگوهای خود ادامه میده که حتی چنین اظهارات هم در سطح مطبوعات نباید مطرح شود و با اونا پابند باشن برای موافقتنامه و همچنان کنونسون های جهانی. در تازه ترین مورد در خیبر پختونخوا شما یاد کردید که گفته میشه بیشتر از 400 هزار افغان غیر قانونی در اوجا حضور داره. یک ماه مهلت داده شده از سوی حکومت محلی خیبر پختونخوا که اینا باید تا یک ماه از پاکستان خارج شوند. صحبت هایی را که شما با حکومت پاکستان داشتین از آدرس وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، پاسخ حکومت مرکزیشان تا حالا چی بوده؟ قسمی که بر شما یادآور شدم، گفته های گورنر خیبر پختونخوا در حد مطبوعات بود و هیچ گونه مرجعیت قانونی نداشت و به همین مبنا پس از اینکه وزیر سفران پاکستان و یا هم وزیر مهاجرین پاکستان اظهار نظر کردن و اونا را گفتن که شما باید در محدوده صلاحیت خود اظهار نظر بکنین و متوجه کارهای خود باشین و مهاجرین افغان میتونن که باقی بمانن، میشه گفت که پاسخ مطبوعاتی خود را از طریق همو صدایی که از سوی وزیر مهاجرین پاکستان بلند شد اونا گرفتن و ما از طریق سفارت افغانستان مکاتب متعددی که در ارتباط روان کرده بودیم از اون طرف فقط پاسخ همین بود که گفته های گورنر جایگاه مطبوعاتی داشت و پس از او از طرف وزیر مهاجرین پاکستان. خیلی سپاس گرفتن. جناب استاد اجازه بدین کمی دمی مورد دیدگاه شما را بشنویم که 13 سال عملکرد حکومت گذشته افغانستان به ویژه وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، در ابتدایی که امی عمل کرده واقعا شما چگونه ارزیابی میکنین؟ یک عمل کرده و کار کرده مثبت بوده؟ در کنار از او آنچه که آقای جرأت یاد کرد، بحث اخراج اجباری مهاجرین افغان بر امسال یک خواسته بوده که از سوی یک گاورنر یک ایالت خواسته شده و این قطعا خواست حکومت پاکستان نبوده. بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین با عرض سلام بشنونده و بیننده، با تشکر از برنامه شما و از شرکای بحث، داستان تلخ هجرت که از نظر اسلام بخشی از عبادت دینی یک مسلمان است خیلی متول است و نمیشه در فرصت کوتاه سرش بحث کنیم، اما استفاده سوی سیاسی از مهاجرین در طول ایام اقامت مهاجرین افغان در آن طرف خط دیورند محل بحث است. امیدوار هستم که رسانه‌های متحد مثل نور به این مهم که بخشی از هویت ما و بخشی از تاریخ ملت بزرگوار ماست توجه بیشتر کنند و سرش بیشتر بحث و فصل داشته باشند. خودمان به عنوان یک مهاجر که از شهر کمونیستای جنایتکار به پاکستان مهاجر بودم با خانواده خود مثل سایر هموطنهای مسلمان و متدین خود، میدانم که مهاجرت چقدر سخت است و چقدر دشوار است. اما ای که حکومات وقت پاکستان چیگونه از وجود مهاجرین به عنوان یک حربه استفاده کردن از یام نمیتانیم انکار کنیم.
برخلاف انتظار که وجود داشت که پس از آمدن وضعیت جدید با ایتم تراقی که غرب امریکا در افغانستان آمدن که می خواهیم به ملت افغانستان کمک کنیم، حدس می بود و بسیاری از تحلیلگرا به این گمان بودند که یکی از اولویت ها و فوریت ها برگشت مهاجرین به افغانستان است. وقتی که در چوکات حکومت اداره موقت و بعدا دولت انتقالی اسلامی و بعدا جمهوری اسلامی وزارت بنا مهاجرین ساخته شد، این امیدها قوی شد که دولت و به اصطلاح جامعه جهانی در رأس اولویت هایشان برگشت مهاجرین به کشور است. ولی از امو سالیان اول کاملا برملا شد، با حفظ احترام به آقای جرأت که سخنگوی وزارت مهاجرین است و با حفظ احترام به خانم افضلی که در رأس وزارت است، دیدیم که این وزارت یک ملعبه و یک بازیچه بیش نبود و به مهاجرین و برگشت مهاجرین از ایران و پاکستان کوچکترین توجه نه توسط گروه برسر اقتدار برابری آقای احمد کرزی و حال با برابری آقای غنی و عبدالله کوچکترین توجه صورت نگرفت و نمیگیرد. و گویا معنای گپی است که هم ارباب اقتدار در افغانستان، هم همسایه های ما و هم به اصطلاح جامعه جهانی خواهان ادامه بحران در افغانستان هستند. چرا؟ همیشه از وجود مهاجرین مظلوم افغانستان همسایه تمام ما سوء استفاده کردند. اگر ما داستان تلخ مهاجرت افغانا را حداقل با آن طرف خط دیورند از نظر کرونولوژیک ببینیم، با کودتای نیمه کمونیستی داوودخان در 26 سرطان سال 1352 موج مهاجرت‌های رهبران نهضت اسلامی افغانستان که در معرض خطر کمونیست‌های رژیم داوودخان بودند شروع شد از سال 1352 و تا به حال حدود 41 ساله، یعنی ما وارد دهه چندم شدیم؟ دهه پنجم مهاجرت در افغانستان و یا در این حوزه جغرافیایی جنوب غرب آسیا هستیم. ای کاش که دولت پاکستان و زعمای پاکستان و خصوصا ارتش پاکستان و آیسایی که تصمیم گیرنده هم امور است واقعا تصمیم بگیرند که مهاجرین اخراج کنند و ای کاش که ایرانیا این تصمیم بگیرند که مهاجرین واقعا تصمیم بگیرند که از ایران اخراج کنند. 1000% با دلایل عقلی و نقلی و شرعی میتونم برتون ثابت بسازم که به نفع افغانستان است. با توجه به وضعیتی که در افغانستان حاکم است، ببینید یکی از عوامل ادامه بحران در افغانستان ماندن مهاجرین در کشورهای همسایه است. بحران، بی امنیتی و عدم برگشت صلح و ثبات و استقرار سیاسی به افغانستان، ماندن مجبورانه و ناگزیرانه مهاجرین در خاک های کشور همسایه است. فکر میکنید که وزارت مهاجرین در 13 سال چقدر تانسته تسهیلات ایجاد بکنه برای که مهاجرین داوطلبانه برگردن به کشورشان؟ ببینین ما به شرح و تفصیل بیشترش نمیپردازم، ناچار هستیم در اینجا کلی بافی کنیم. ما فکر میکنم که دولت‌های ایران و پاکستان ادیش باید بگیم که از وجود مهاجرین به عنوان حربی سیاسی و حربی دیپلماتیک علیه این وضعیت جدیدی که بعد از آمدن امریکایی‌ها و ناتو و غیر ناتو و ایساف صورت گرفت استفاده کردن و میکنند و از هیچ کس نمیتونن کار کنند. بنابراین وقتی که موضوع اخراج مهاجرین هر از گاهی عنوان میشه، در پشت این هشداریه یا اخطاریه یا وارنینگ گپای بسیار غیر معلن یا ولی قابل فهم سیاسی و استخباراتی و نظامی نفته است که میشه آدم مورد با کمک زحمت بدانه که پاکستان و ایران دنبال چی هستند. این فشارا ببینید، این فشارا بر مهاجرین افغان تنها مختص با آن طرف خط دیورن نیست، از این حربه ایران هم استفاده میکنه و حتی کشورهای اروپایی هم استفاده میکنن. در مملکت اسکندناوی هر سال آقای جرأت شاید در جیران باشن، دولت استرالیا هم سالم، دولت افغانستان تحت فشار قرار میتن که ما این مهاجرین را میخواییم دیپورت کنیم، اخراج کنیم و شما مادگی بگیرین. خب چیزی را که ما میخواییم در اینجا به تأکید روش صحبت کنم نیست که
اگر ما یک دولت واقعا دلسوز به مردم افغانستان می داشتیم، اگر ارباب اقتدار ما از خدا می ترسیدن، اگر ارباب اقتدار ما که در برابر خارجی‌ها تمکین و تسلیم می کردن، در پالوی امی عرایز شخصی و گروپی که خود اگر می تانستن در رأس برنامه دولت برگشت مهاجرین با تمام مقدماتش باید چی می کردن؟ باید قرار می دادن. در برنامه انتخاباتی این کاندیداها و یا نامزدان ریاست جمهوری، در برنامه نامزدان پارلمان، حتی در برنامه چی کاندیدا یا نامزدهای شورای ولایتی، یکی از مسائل فوق العاده مهمی که قرار می داشت برگشت مهاجرین بود. چرا؟ بدون برگشت مهاجرین توقع برگشت صلح و ثبات استقرار در افغانستان یک خیال است و محض است و خودفریبی است. در رابطه با صحبت هایی که امروزه وجود داره، بحث اخراج مهاجرین از ایالت خیبر پختونخوا، آنچه که آقای جرات گفت یک بحث محلی است و رهبران حکومت مرکزی پاکستان همچنان متحد هستند که تا پایان سال 2015 مهاجرین افغان باید باقی بمانند، فکر میکنید واقعا بحث صحبت هایی که امروز وجود داره که این مهاجرین از ایالت خیبر پختونخوا باید اخراج شوند تا یک ماه به اینا مهلت داده شده، یک بحث محلی است یا نه واقعا حکومت مرکزی از طریق حکومت محلیشان به گونه از مهاجرین افغان استفاده میکنه و از او به عنوان یک آلهٔ فشار بالای حکومت کابل عملا استفاده میکنه؟ آقای سروری، ما در مقدمه ای کاش گفت و یک کاش ما خیلی معنادار بود. دولت پاکستان از نظر ساختار یک دولت چی است؟ یک دولت فدرال است و در پاکستان یک دولت فدرال مرکزی است، در پنجاب یا در اسلام آباد، و چهار دولت ایالتی داره. در دولت های فدرال سه موضوع اساسی در اختیار دولت فدرال است، نه در دسترس دولت های ایالتی. یکی امور سیاست خارجی است، امور دیگه چی است؟ پولی یا مالی است، و دیگه امور نظامی یا دفاعی است. بنابراین تصمیم کلان در مقیاس اخراج مهاجرین، اما قسمی که آقای جرأت اشاره کرد، این صلاحیت دولت ایالتی نیست. دولت ایالتی میتونه که در این مسائل ابراز نظر کنه، اما تصمیم گیرنده دولت فدرال مرکزی است. این جزء صلاحیت دولت فدرال مرکزی برابر آقای نواز شریف که فعلا در رأس حزب بر سر اقتدار مسلم نون یا مسلم ان است. به همال من یک گپ باز تکرار میکنم و کسایی که در صفحه تلویزیون فریور امینه با حافظه بسپارن که هیچ وقت نه ایران و نه پاکستان از عمق دل خواهان برگشت مهاجرین به کشورهایشان نیستند و نه باید مهاجرین ما وارخطا شوند. ای کاش ما در مقدمه گفتم، ای کاش که یا واقعا تصمیم بگیرن که یک مهاجر در خاک خود دیگه باقی نمانند، در حقیقت یا بزرگترین خدمت به ملت افغانستان انجام میتن. یک تذکر دیگه هم دارم، یک تعداد از افغانای ما که نخواسته و ندانسته در اوجا ایرانی و پاکستانی شدن، از این هم باید انکار نکنیم. کالوا دل از وام نمیخواه که از جا برای، از این هم باید انکار نکنیم، بر از وام بسیار سخت و دشوار است و اکثر این افراد متمول هستند، امکانات دارن در اقتصاد مثلا ایران، در اقتصاد پاکستان، در این ایالاتی که در مرز با افغانستان هستند، یا منافع بسیار زیاد دارن یا هم خودشان چندان علاقه ندارن که به افغانستان برگردن. بنام با این افراد دو دله یک قاطعیت سیاسی نیاز است تا با یک وارنینگ و یک هشدار و یک اخطاریه و یک مدت زمان معین تعیین شود که مهاجرین به خاک افغانستان برگردند و مسئولیت درجه اول برمیگرده بر باب اقتدار امروز آقایان عین آقای. بسیار تشکر آقای قاسمی. شما که تازه از پاکستان برگشتین و یکی از موضوعاتی که شما با مقامات پاکستانی هم صحبت کردین بحث اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان و مشکلاتی که اونا در اونجا داشتن بود، کمی صحبت بکنین از صحبتایی که شما با مقامات پاکستانی در پیوند به اخراج اجباری پناهجویان افغان در پاکستان داشتین، واقعا دیدگاه اونا چی بود و آنچه که آقای جرأت گفت واقعا حکومت مرکزی پاکستان متحد است به اینکه نیروهای مهاجر افغان همچنان در اونجا باقی بمانند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یاکن عوده و یاکن استین، احترام به شما و بینندگان تلویزیون و دوستای عزیز. بله، ما در 28 سپتامبر یک گروه پارلمانی از روسی جرگه و سنا
وارد پاکستان شدیم که جمعاً ماموریت این گروه 4 روز در برداشت. این 12 جلسه بین پارلمانی پاکستان و افغانستان بودن. در جریان صحبت ها مسئله اخراج مهاجرین در اولویت کاری ما قرار داشتن و این سر از زیاد صحبت شدن. هر دوست ما، هر همکار ما به نوبه خود سر از تاکید داشتن، چنانچه که افغانایی که مهاجر بودن اونا از گوشه بیشه ای که اطلاع پیدا کردن که یک هیئت پارلمانی فدان وارد اسلام آباد شدن، اونا اکثرا همون نمرات دوستایی که رفتن اونا داشتن، با اونا تماس میگرفتن، مشکلات خودم را اونا در میان میگذاشتن و این برای نماینده های مردم نهایت مهم بود و این را مطرح کردن. همچنانی که دوست ما جناب آقای جرأت را اشاره داشتن، اونا در اون جلسه که همه نماینده های پاکستان و با شمول نماینده های افغانستان در یک جلسه بودیم، اونا امیر عنوان کردن که اونا گپای خود از امی صوبه سرحد هستن، پشاور، این آیات پشاور، و این صلاحیت ای اخراج مهاجرین از صلاحیت دولت مرکزی است و در این قسمت ما کاملا متحد هستیم، چنانچه که تا زمینه ای که مساعد نشده و یک آیت سه جانبه ای که در این ریزی فکر نکنه قطعا صادر نکنه، ما تا سال 2015 ما مزایم مهاجرین نخواهد بود. با فکر میکنید که چرا حکومت ایالتی پاکستان، ایالت خیبر پختونخوا چنین صحبت هایی را وقت حکومت مرکزی متحد است که مهاجرین افغان در پاکستان باقی بمانند، این صحبت ها را رسانه‌ای میسازند و یک ماه مهلت تعیین میکنند برای اخراج اجباری افغان از خیبر پختونخوا؟ البته که اونا مربوط به اونا میشه که اونا چطور قضیه را با این جدیت تمام اونا از طریق خود اعلان کردن که مهاجرین در طی یک ماه باید پشاور یا در کل پاکستان تخلیه بکنن. اما زمانی که ما همراه مقامات پاکستان وارد صحبت شدیم، اونا گفتن این صلاحیت از اونا نیست، اونا اگر گفتم یه صلاح خود بالا گفت زدن. و چقدر باور دارین به صداقت حکومت مرکزی پاکستان که همچنان متحد به این باشن که تا پایان سال 2015 مهاجرین افغان در پاکستان باقی بمانند؟ بازم ما در نقطه قبلی خود تکیه میکنم یا برمیگردم که تعهد مال او از اوناست، اونا در گپ خود چقدر ارزش میتن و تعهد دارن که با ارتباط مهاجرین افغانی اونا اگه برخورد انسانی و انسانی داشته باشد و تعهدات خود عمل بکنن، باز برمیگرده با اونا که اونا واقعا با این گپ پایت عمل میکنن یا نه. دیگه که عمر گفت میشه نمیتونیم از جناب اثر بزنو برینجی. بسیار تشکر آقای جرأت. با توجه به صحبت های جناب آقای فریور که گفت تا حالا بحث عودت مهاجرین از پاکستان در رأس برنامه های وزارت امور مهاجرین نبوده، واقعا بحث دولت گفتم دولت وزارت. در کل به ویژه وزارت امور مهاجرین که مشخصا در این راستا کار میکنن و بیشتر اینا تسهیل کننده همی برنامه هستن، واقعا در رأس برنامه شما عودت مهاجرین نبوده از کشورهای پاکستان و ایران؟ در اوایل حکومت موقت اولین پلیسی که مشخص میشه، شاید هم اولین یا دومین فرمان 207 رئیس جمهور وقت است، مبنی بر بازگشت دوباره افغانها از تمام کشورهای بیرونی مشمول دو کشور همسایه که افغانها به صورت کتلوی در دو کشور میلیونی زندگی میکردن، در اون مشخص شده که عودت افغانها داوطلبانه و مسئول و با عزت به داخل افغانستان باید صورت بگیره که پلیسی دولت بوده در سطح کلان. و از سال 81 الا 1386 اوائل 77 مهاجرین افغان از دو کشور همسایه به صورت کتلوی بازگشت کردن، و این معنی که سالانه 2 میلیون، 1 میلیون و بالاتر از 2 میلیون ما برگشت کننده به داخل افغانستان داشتیم که بیشتر از 5.5 میلیون افغان برگشت کرد. اما پس از 1387 مطابق به شرایطی که در داخل افغانستان بود، چه از نگاه امنیتی چه از نگاه اقتصادی و به خصوص کاریابی در داخل افغانستان، سبب شد که نه تنها مهاجرین برگشت داشته باشند به داخل افغانستان، بلکه از داخل افغانستان دوباره مهاجرت آغاز میشه. این که چگونه عوامل باعث میشه که دوباره افغانها مهاجرت بکنن، این فقط برمیگرده به کار در داخل افغانستان.
یک افغان در داخل افغانستان هر قدر که تلاش بکنه در ظرف حتی در ظرف یک هفته الا یک ماه به یک کار شاقی یک روزه هم دسترسی پیدا کرده نمیتونه. اما زمانی که وارد پاکستان و یا هم ایران میشه در اولین هفته میتونه که صاحب کار شوه. بر این مبنا بوده که مهاجرت دوباره آغاز میشه. اما چرا مهاجرین دوباره برگشت نمیکنه با داخل افغانستان؟ این مربوط میشه به جو و یا هم فضایی که پیشتر قسمی که استاد اشاره کردن به قسم دیگه، اما من نمیخوایم بازی که از مرجع رسمی صحبت میکنم به اون شکلش بیان بکنم. اما عادت کردین با اون فضای حاکم در مشهد، هم فضای حاکم در اسلام آباد، فضای حاکم در تهران، چه از نگاه دسترسی به تکنولوژی معاصر، چه هم به کار و بالاخره رفتن اولادهای زنا و فرزندهای زنا به مکتب تحصیلات عالی، همه و همه باعث میشه که اینا تصمیم برای برگشت نگیرن. یعنی جدای از اینکه افغان هایی که در کمپ زندگی میکنن، بسیاری از اینا در جاهای خیلی مجلل خوب زندگی میکنن. وقتی مهاجرینی که عودت کردن به افغانستان، واقعا شما چقدر در زمینه کاریابی و اینکه یک مسکن درست داشته باشن اینا را همکاری کردین تا سایر مهاجرینی که در اون کشورها حضور دارن انگیزه بگیرن به اینکه بالاخره یک وزارت به نام وزارت امور مهاجرین اینجا وجود داره و اینا رسیدگی میکنه به امور مهاجرین در اینکه مسکن درست داشته باشن، مسئله کاریابی؟ واقعا شما در این راستا چقدر کار کردید؟ زمانی که ما مهاجر افغان میگیم از یکی دو تن، هزار تن، 100 هزار تن صحبت نمیکنیم. ما مهاجر که میگیم دقیق در حال حاضر 5 میلیون مهاجر داریم. 5.8 میلیون برگشت کرده که 1 میلیون میشه دقیق 5 کشور اروپایی را اگر ما به سنجش بگیریم نفوسش به اندازه زی مهاجرین ماست. یک مثلا وقتی که از هلند میگیم یا هلند شمالی، فنلند، سلوانیا، کشورهای اروپایی هستن اما 1 میلیون 2 میلیون نفوس دارن، در حالی که ما از برگشت 5.8 میلیون حرف میزنیم هیچگاهی بجا نخواد بود که ما ادعا بکنیم به تمامی نیازمندی های زنا رسیدگی کردیم. اما حداقل نیازمندی ها مصارف ترانسپورتی از نقاط صفری الا برگشت به محلات اصلی که بدخشان باشه، کنر باشه، لغمان باشه، مصارف ترانسپورتی و یک مقدار پول نقد و خدمات اولیه انسانی برای زنا و در صورتی که اینا جایداد به نام خود در داخل افغانستان ثبت شده نداشته باشن، مستحق یک نمره زمین شناخته شدن و این زمین ادامه تعلیم و تمامی مهاجرینی که برگشتن به خانواده ها توزیع شده. شما متوجه نبودین، گفتم که برگشت کنندگانی که در داخل افغانستان جایداد به نام خود ثبت شده اگر نداشته باشن و امونایی که نداشتن برشون توزیع شده، دقیقاً برای زنا نمره توزیع شده. ما تقریبا در 29 ولایت افغانستان بیشتر از 60 شهرک از نگاه کمیت، اما از نگاه کیفیت 30 شهرک داریم که شماری از برگشت کنندگان در این شهرک‌های ما زندگی میکنه و کسایی که جایداد به نام خود ثبت شده داشتین اما توانایی ساخت و ساز خانه را نداشتین که بالاتر از 300 هزار خانه و قسم شلتر بر از اینها ساخته شده و کسایی که میخواستین که ادامه تعلیم را در داخل افغانستان داشتین طی از امو طرز عمل هایی که فیما بین وزارت خانه های سکتوری از جمله معارف و تحصیلات عالی ما به امضا رساندیم، اینا بسیار آزادانه یک افغانی که صنف 8 در پاکستان خوانده میتونه ادامه تعلیم که سنف 9 باشه در کابل هم داخل مکتب شه. بسیار تشکر. ادامه این بحث پس از یک وقفه کوتاه. با سلام مجدد به ادامه برنامه خوش آمدید. آقای فریور، با توجه به صحبت‌های آقای جرأت که میلیون‌ها افغان دوباره برگشتن به کشورشان و این هم دستاورد وزارت امور مهاجرین بوده، در کنار از به آن ده مهاجرینی که از کشورهای بیرونی برمیگردن و مسکن ندارن، در کابل جایداد ندارن، در افغانستان با اونا زمین توزیع میشه و بعض امکانات دیگه که گفت که از زمانی که از نقطه صفر اینا حرکت میکنن تا به افغانستان مصارف ایران پرداخته میشه، واقعا وقت چنین چیزایی شده چرا هنوز مهاجرین علاقمند هستن که در کشورهای بیرونی با ویژه ایران و پاکستان با تمامی وضعیت رقتباری که وجود دارن زندگی میکنن و همین امکانات را که وزارت امور مهاجرین برای اینا فراهم میکنن نمیان از امکانات مستفید نمیشن و در کشور خودشون زندگی نمیکنن؟ ببینید، پدیده مهاجرت و پرداختن به ابعاد مختلفش، اما قسم که پیشتر اشاره کردم فرصت ده ها و صد ها سیمینار و ورکشاپ و کنفرانس های علمی را ایجاب میکنه. به این محدوده زمانی بسیار کوتاه که شما معذور هستین و ما هم نمیتونیم به تمام ابعاد از این رسیدگی کنیم، ولی یک واقعیت تلخ باید اعتراف کنیم که ما به عنوان یک مهاجر وقتی که شاهد
آمدن قوای امریکایی در افغانستان بودم، یک توهم ایجاد شد پیش مهاجرین که با آمدن امریکا و غرب در افغانستان به جای برف و باران دلار میباره. دیگه این توهم چنان صاحب یک بار خطایی را ایجاد کرد و یک تعداد کلا و پکول و دسمال خود حتی نکتایی خود در کشورهای همسایه هم ماندن و به عجله آمدن، یک تعداد آدم زرنگ بازمو از امو استفاده هم کردن. کسایی که مرا صفحه تلویزیون میدن خنده نکنن، چون کلشان هم میشناسن. آمدن دستی با آقای احمد کرزی و با اشرف غنی و احمد و محمود ارتباط برقرار کردن که از قومت هستم، از خیشت هستم، از ولسوالیت هستم، باز یا وزیر و معین و مچم جنرال و فلان شدن. یک تعداد مهاجرین بیچاره بده سپاهی که او فکر میکردن که یک دولت با مسئولیت است و او غم ما را خواد خورد و او به ما توجه خواد کرد، و آمدن دیدن که قصهشان به اصطلاح عوام مفت است. پس مایوسانه برگشتن به اوطان قبلی بگویم یا اوطان محیط هجرت. ولی یک چیزی را که من پیشتر گفتم، از دید حقوقی گفتم و از دید سیاسی گفتم، دولت پاسخگو و با مسئولیت کدام دولت است که او درک کنه که مهاجرین وقتی که در کشور همسایه میمانن با او سابقه بعدی که همسایه در رابطه با منافع ملی ما داشتن، یا باید در صدر برنامهشان برگشت مهاجرین می بود. من پیشتر گفتم باید دیدلاین و از نظر زمانی یک لیمیت زمانی رو تعیین میکردن و میگفتن چندین میلیون ببینید بگونه داوطلبانه وادار ساختن که به افغانستان برگردن. نه بیانگر این است که در صدر برنامه بوده. وادار نساختن، من برای خودت میگم همین امکانات را که نافراهم کردن. نه ببینید، یک توهم ایجاد شده بود، یک توهم ایجاد شده که به جای برف و باران دیگه من بعد در افغانستان چی میباره؟ دلار یورو میباره. و این برگشت مهاجرین هم دستاورد وزارت امور مهاجرین نبوده؟ متاسفانه با حفظ احترام به زواتی که پیشتر نام گرفتم، چون فریور وظیفش راستگویی است و باید برای مردم خود حقیقت بگو، و خود مهاجر بودم، من نمیخوام علیه مهاجرین خود گپ بزنم و یک گناه بزرگ است. مسئولیت دولت بود که یک لیمیت زمانی را تعیین میکرد که تا فلان تاریخ هر کس که به افغانستان برگشت افغان است، و هر کس به هر دلیلی که به افغانستان برنگشت از حداقل از تابعیت افغانستان محروم میشه. بگذار که سازمان های ضد حقوق بشری که غرب بر ما ساختن و در دنیا ساختن و میگفتن که دولت افغانستان ضد حقوق شهروندی است و مثلا سلب تابعیت آلو از فرهنگ دولت ها چی شده کشیده شده، دولت افغانستان برای ضمانت منافع ملی خود و برای تضمین سی اصل اساسی استقلال سیاسی تمامیت ترجیح حاکمیت ملی خود باید مهاجرین را وام داشت، ناگزیرش میساخت که دیگه دست از چی از اسلام آباد و از تهران و مشهد و پشاور و بلوچستان و امسالان بشه و بیا به خاک خود. باز اینجا دولت با مسئولیت وظیفه‌ش بود که شرایط لازمه برای فراهم می‌ساخت. یک چیزه از نظر جامعه شناسی سیاسی برای شما میگم، دوستایی که مرا میشنوند گپ مرا با دقت میشنوند، با برگشت مهاجرین به افغانستان به شکل طبیعی به افغانستان امنیت نامد، به شکل طبیعی زراعت مهیا میشد، به شکل طبیعی مالداری مهیا میشد، به شکل طبیعی قنات و صوفا و کاریزای ما ساخته میشد. مردم ما مهاجرین دیگر ناچار بودن که به قریای خود برن، به درهای خود برن، اونجا که میرفتن برای تامین معیشت خود و برای ادامه زندگی خود ناچار بودن که به این اولویت هایی که در قریه هست به مالداری و صنایع پیشواری و مثلا کشت و زراعت هم سالم روی بیارن. اما ما چون متاسفانه دولت پاسخگو و با مسئولیت در افغانستان نداشتیم، و هم خودشان به این موضوع توجه نکردن و دولت هم کوچکترین توجه نکرد، و این با صراحت میگم، با عدله بیشمار میتونم بگم، و خارجی هم هرگز اجازه ندادن که مهاجرین از افغانستان از کشورهای همسایه خصوصا ایران و پاکستان به افغانستان برگرده. چرا؟ خارجا دنبال ادامه بحران در افغانستان بر رسیدن به مقاصد بلندبالای خود از آدرس کشور بیدر و بیدروازی به نام افغانستان بودند، و در فکر مردم افغانستان، در فکر مصالح اولیای افغانستان و منافع ملی افغانستان هرگز نبودند. آل مسئولیت برمیگرده به ما افغانا. وظیفه دولتی بود و هست و خاصا وزارت مهاجرین که باید یک رادیو می داشت، یک تلویزیون می داشت که نه این فهم در صدر برنامه‌شان نیست. این تلویزیون ها باید بر مهاجرین ما چی میکردن؟
آگاهی دی میکنن، تبلیغات میکنن، رادیو در زمان کمونیستا که جیبه ایجا رادیوهای ساخته بود برای ایجاد اختلاف بین مهاجرین در کشورهای سرکوه از مهاجرت دست بکشن به رژیم کمونیستی تسلیم شوند. اگه دولت هم واقعا صاحب یک برنامه بود در بین مهاجرین باید کار میکرد. دستگاه طویل عریض و بی‌مفهوم به نام دیپلماتیکی که ما در کشورهای همسایه داریم به نام سفارتخانه و کنسولگری وظیفه از وا بود که مهاجرین را تشویق میکردن و از نظر قانونی و از نظر حقوقی دولت با مهاجرین اختار میداد که تا فلان زمان شما در اونجا هستین و بعد از این به هیچ وجه من الوجود در ایران و پاکستان دیگه بوده نمیتونین و هر کس که در اونجا ماند از نظر قانونی معنایش است که با حکومت ملی افغانستان دشمنی میکنه. وقتی آنچه که شما میگین آنگونه است، چرا وزارت امور مهاجرین افغانستان بیشتر تلاش میکنه که حضور اونا در پاکستان و در ایران تمدید شوه و داوطلبانه جا جان مطلب همی است؟ حال بدبختی ما با گفته دوستای ایرانی ما، شوربختی ما دایی است که دولت افغانستان بجای او اولویتی که جز برنامهش می بود آلمه را به همسایه استغاثه میکنه، دست و پایش را میبوسه، عذر میکنه که مهاجرین را به خاک ما نفرست به خاطر که ما آمادگی ندارم. کسی که در داخل افغانستان است تو برش چی کردی؟ که برای کسایی که بیرون از افغانستان به عنوان مهاجر زندگی میکنه، تو برای در شهر کابل ما اینجا زندگی میکنیم به عنوان یک شهروند با مسئولیت. خانه آقای مصطفی ظاهر آباد که گفت هوایی که ما تنفس میکنیم 60% مواد غایطه است در پایتخت، در اینجا کانالیزاسیون وجود نداره در پایتخت کوچکترین. با آمدن بیشتر از چند میلیون مهاجر دیگه وضعیت بدتر از این شد؟ نه ما پیشتر یک گپ براتون زدم، شما کسایی که مرا شنیدن میفهمند. با برگشت همه مهاجرین به افغانستان، اول همسایه ها از مداخله در امور افغانستان تعجیز میشدن، دیگه امکاناتی که مهاجرین در کشورهای همسایه داشتن او را بل اجبار با خود به افغانستان میوردن و برای زیستن و برای ادامه حیات و معیشت در افغانستان ناچار بودن دست به کار بزنن و با برگشت مهاجرین به شکل طبیعی هم اقتصاد به افغانستان میامد، هم امنیت به افغانستان میامد و هم ثبات و استقرار سیاسی به افغانستان میامد. به نتیجه ما از حضور خارجی های تما بی نیاز میشدیم. بسیار تشکر. آقای قاسمی، دیدگاه شما چی از واقعا با عودت مهاجرین، عودت دوبارهشان به کشور، آیا آنچه که آقای فریور گفت همان گونه میشد، امنیت به معنای واقعیش تامین میشد، دیگه کشورهای همسایه که مهاجرین ما در اونجا حضور دارن دستشان از مداخله کوتاه میشد و همه چیز سر سامان میافت و افغانستان به حالت عادیش برمیگشت؟ شکر جناب استاد، بسیار زیبا صحبت کرد. مهاجرین وطنش است، بایدن میامدن و کسایی که در اینجا مسئولیت از این حکومت را داشتن اینو باید وظیفه خود میدانستن و این زمینه عودت مهاجرین مایه میساخت. متاسفانه در حالی که خود رسانه‌های غربی تحقیق کردن میگن 104 میلیارد دلار در افغانستان کمک رفته، از جمله 104 چند 18 میلیارد از طریق دولت ای به مصرف رسیده، متواقی 86 میلیارد دیگه ازی گم است. همین پولایی که آمده بود و یک قسمت زیرا به خاطر زمینه عودت مهاجرین را اختصاص میداد، یک قسمت دیگر به خاطر زیربنایی زیفتن تخصیص میداد. حالا این مشکلی که ما فعلا به ایشان رو بریم که فعلا عسکر ما آشهشی فضا در 150 است، قبلا 200 بود، یک به یک آشه از اونها رو کم کردن و یک تعداد هم تانوز یک ماه دو ماه یا سه ماه میشه که ماش خود نگرفتن، فقط در جریان یمزمه انتخابات یک مقداری از امکانات مالی که در وزارت مالیه بود دارم جناب زاخلوال صاحب کلی که در مصرف چی ساخت انتخاباتی ساخت، فعلا از کار ما از آشهشون کم ساختن. مدت هست که اونا چی ماش ندارن و ای به ایتی یک وضعیت خو یقینا نگرو می آمدنم زمینه آمدن از اونو اصلا منتفی بود. حالا که چون یک وضعیت حاکم است، فکر میکنید شرایط مناسب است و شرایط فراهم شده که مهاجرین دوباره عودت بکنن؟ عرض ما در کجا بود؟ گفتم زمانی که فساد خوب بود، حد لقد دیست دولت مردای ما باز بود، خصوصا جناب حامد کرزای و تیمشان که
4 میلیارد دلار که در اختیار زیاد تای 12 سال قرار گرفتن و همه از اینا غیر 18 میلیون از متبقی 86 میلیارد دیدی کاملا حیف میل شخصی شدن در از دست گرفته تا قایده را هر کس به نوبه خود از او به یک شکل از اشکال استفاده کردن. دیگه چیزی باقی نماندن که زمینه را برای عودت مهاجرین ها مهیا بسازن. اونا اصلا در قصه مهاجر نبودن. با شما با آقای فریور هم باور هستیم که عودت مهاجرین در رأس اولویت های حکومت آقای کرزای و به ویژه وزارت امور مهاجرین نبوده؟ نه تنها که اینا عودت مهاجرین در رأس کاری از اونا نبوده، بلکه در هیچ بخشی از بخشایی از کشور که دولت بندی بودن از لحاظ اشتغال سازی اینا کدام برنامه نداشتن. اما برنامه ای که تای 12 سال اینا برای مردم خود ایراد کرده که حداقل یک بند کوچکی که فزن زیاد نه 5 مگاوات برق تولید کنه اینا نداره. سپاسگزار. بسیار تشکر آقای قاسمی. آقای جرأت، با توجه به صحبت های آقای فریور، وقتی مهاجرین میتونه عودتشان ثبات به افغانستان برگردونه، تمامی مسائل به قول هم سر و سامان پیدا بکنه، دست کشورهای همسایه از مداخله با عودت اینا به افغانستان کوتاه میشه، در کنار از یک صحبت بسیار جدی دیگه که وجود داره در یکی از برنامه‌ای که من خودم با یکی از کارشناسای نظامی داشتم، همین بود که از مهاجرین افغان در او سوی مرز به عنوان ابزار استفاده میشه در عملات انتحاری و یارگیری میکنه از اینا. اول بپردازین به این که آیا واقعا با برگشت مهاجرین همه چی سر سامان میافت؟ دیگه نگرانی وجود نداشت؟ در کنار از او چقدر نگرانی هستین که همچنان از مهاجرین افغان به عنوان ابزار تروریست ها استفاده بکنن، ذهنیت هایشان تغییر بده؟ در کنار از او حالا چقدر شرایط فراهم شده به اینکه مهاجرین افغان دوباره عودت بکنن به کشورشان؟ دقیقا برگشت دوباره افغان ها به داخل افغانستان که عبارت از 5 میلیون باشه، بستگی تنها به یک وزارتخانه و تنها حکومت افغانستان نداره. این بستگی به سیاست های کلان دولت جمهوری اسلامی افغانستان داره که هر سه قوه را شامل میشه و همچنان به ملت افغانستان. شما ببینید زمانی که رسانه های ملی و بین المللی خبر پخش میکنن که امروز در قندهار انفجار رخ داد و 10 تن کشته و 12 تن زخمی بر جا گذاشت، آیا او قنداری که در اسلام آباد زندگی میکنه دوست داره که به قندهار بر بگرده؟ هیچگاه. به همین قسم یک کابلی زمانی که از طریق تلویزیون بی بی سی میشنوه که انتحاری امروز مثلا در فلان جای داخل شد، این بحث امنیتیش و بحث کار که چیزیست که خیلی ها مهم است در حیات بشر، یک افغان وقتی که میشنوه وزارت به نام کار و امور اجتماعی که جز کلان بدنه حکومت افغانستان است که خود اذعان میکنه که از مجموع نفوس افغانستان 40% با نبود کار مواجه هست. بحث هایی را که آل میخوایم مطرح بکنم نه با عنوان سخنگوی بلکه با عنوان یک شهروند، وقتی که خود یک وزارتخانه که مسئولیت ایجاد کار را داره خودش اعلان میکنه که 40% با نبود کار مواجه است، آیا این 40% یک در داخل با نبود کار مواجه است؟ یک ربع نفوس افغانستان که در بیرون از افغانستان است، ایام بیاد بعد جمع از 40% با نبود کار مواجه است، دیت یک کشور باید داخل شود؟ و از نگاه تعلیم و تربیت، آیا نصاب تعلیمی که در اسلام آباد و مهاجری که در اسلام آباد با هم در لاهور زندگی میکنه برابر است با اون نصاب تعلیمی که در دایکندی، بدخشان، غور، بادغیس و ولایت‌های دوردست افغانستان تدریس میشه، آیا به مو منوال است یا کمتر از او؟ این بحث است که سبب میشه مهاجرینی که باقی ماندن، ما سالانه در حال حاضر 25 الی 30 هزار برگشت کننده داریم، از 5 میلیون سالانه 30,000 20,000 برگشت میکنه که اینا هم یا شغل خود اونجا دست میتن و یا هم زمینه های کاری را در داخل افغانستان خوب میبینن، سران فامیل میاد به افغانستان و دوباره میرن با دوباره بر برگشت به افغانستان تصمیم میگیرن که این مشکلات در حال حاضر وجود داره. باز هم تاکید ما ایست که بستگی به سیاست های کلان دولت افغانستان چه از نگاه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و همه و همه نیازمند است و کارهایی را که ما میکنیم حداقل به عنوان وزارت امور مهاجرین این کارهایی است که صرف فقط خدمات و یا هم حمایت حقوقی از مهاجرین خود در بین است. چقدر موافق هستین به اینکه از مهاجرین افغان در روسوی مرز به عنوان ابزار تروریست ها استفاده میکنند؟
ببینین اگر بحث تروریست او طرف بکنیم، صرف کشورهای میزبان آیا چقدر میتونن که از اینا استفاده سیاسی بکنن؟ ای خو معلوم است هر کشور در پی منافع ملی خود است و چه خوب و چه بد به عنوان ابزار میتونه استفاده بکنه که از جمله ممکنات است. اما از نهادی که ما نمایندگی میکنم صحبت میکنم، تا هنوز چنین چیزی در اختیار ما قرار نگرفته که حداقل واقعا این دو کشور استفاده میکنه، اما از جمله ممکنات میتونه باشه. هر کشور در پی منافع ملی خود است. سپاسگزار. آقای فریور، کوتاه اشاره کنین این که اگر در جمع مجموعه بیکوریایی که وجود داره یک جماعت دیگه هم حالا به پیونده به افغانستان، وضعیت چی خواهد شد؟ آقای جرأت بیان کردن حکومت وحدت ملی افغانستان با چی رویکرد وارد شود تا وضعیت کشور بهتر بیفته و با کدام رویکرد و سیاست وارد میدان شود تا مهاجرین به گونه داوطلبانش برگردند به افغانستان و آنچه که شما گفتین دیگر مداخلات کشورهای بیگانه دستشون کوتاه شود و نتونن از اینا استفاده بکنن؟ ببینین به عنوان یک مسلمان باید ما در عقیده خود بسیار دقت کنیم. روزی دهنده خداست و هو خیر الرازقین، و بهترین روزی دهنده خداست. و بنا به اعتقاد راسخ هر مسلمان، خدا وقتی که نفس را خلق میکنه روزی از را میده. دیگه هیچ قیدی از لحاظ شرعی وجود نداره که اگر در اینجا بودی زنده است، اگر در اینجا بودی میمری. و با یکی همی معزل پدیده به نام مهاجرت به گونه جدی حل شوه باید چی شوه؟ یکی از دیدگاه شرعی است که ما گفتم بحث بسیار کلان کار داره، که هجرت و جهاد و مثلا پیش بردن ایدایه یک امر بزرگ است و در رأس طاعات عبادات است که از هیچ کس انکار کرده نمیتونه. یکی از توهم است که برای ما خارجی ها ایجاد کردن و بهانه تراشی که خارجی ها میکنن و نوکرای خارجی در افغانستان توجیهات میکنن که اگر مهاجر بیا کجاست مکتبش، اگر مهاجر بیا کجا سرکش. در وقتی که هنوز روسای جنایتکار در افغانستان تجاوز نکرده بود، برای شهروندای افغانستان کدام خدمات دولت پیشکش میکرد؟ و ببینید من پیجا وقت ما بسیار کوتاه سال هستم برای محل همی معزل چی باید چه کوتاه. من یک آدم 57 سال هستم که در حضورت قرار دارم و زندگی خانوادگی و می ترکیب شهر و دیست. پدرم شهری بود، مادرم دیاتی. ما از خیابان کابل، پیور کابلی، پدرم و مادرم از قرباغ کابل. در شهر کدام خدمات بود که دولت های وقت برای شهروندای افغانستان پیشکش می کرد؟ کدام خدمات بود که برای شهر؟ پس خود مردم زندگی خود را رونق می دادن، خود مردم مسئول بودن که زندگی خود را سر و سامان بتن. و حالا مگر مهاجرین به افغانستان برگرده، رزاق خداست، زمین افغانستان، دره افغانستان، دامنای افغانستان، طبیعت افغانستان بهترین زمین ساز معیشت زندگی مردم افغانستان. بسیار تشکر آقای قاسمی. کوتاه اشاره کنین در 30 ثانیه که برای حل معضل پدیده مهاجرت و عودت مهاجرین به افغانستان چی باید شود؟ تشکر شما. یه خو عرض کنم که در 30 ثانیه بان که شاید بودتر بخاطر از وقت برمان نه خواهد شده من تا ما خو پیشتر عرض خود خدمت شما رساندم. کسایی که در رس بودن، کسایی که فرموده استاد از بیرون آمدن که اینجا بیاین یکان چیزای کلان کلان پستای کلان کلان و دست بیارن، اونا اصلا در قصه مهاجرین بیچاره نبودن، در قسمت خود کسایی که داخل هم بودن در قصه از اونون نبودن. امیدوار از این هستین که در حکومت وحدت ملی روی کرد تغییر کنن؟ ما خوب بله امیدواریم، کسی تشکر. امیدوار نیست کنن. بسیار تشکر. با سپاس از آقایان علی اکبر قاسمی عضو مجلس نمایندگان، مسافریور استاد دانشگاه و استاد مدین جرأت سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان که به برنامه تشریف آوردین. همچنان سپاس از شما که تا حالا بیننده سرنوشت از نور بوده. تا برنامه دیگر خدا نگهدار. از شما.